سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرنگاران مدعی شد به تمام زندانیان مرخصی داده شده مگر عده قاتل و سارق خطرناک. او با وقاحت تکرار میکند که افرادی که در زندان ماندن یا قاتل هستند یا سارقان خطرناک، اما واقعیت دقیقا خلاف ادعای اسماعیلی است. مرخصی ویژه نوروز امسال نیز شامل اختلاسگران و افراد متصل به حکومتی شد که با سوء استفاده از سمت و پست خود اقدام به رانتخاری و اختلاسهای نجومی کرده بودند. اتفاقا آنان که ماندند عدهای کنشگر سیاسی و روزنامه‌نگار هستند که به دلیل دفاع از حقوق ستمدیدگان و بیان واقعیتها و مبارزه با ظلم، فساد و بی‌عدالتی در زندان هستند. از آنها که ماندند جعفر عظیم‌زاده، کارگری که به دلیل دفاع از حقوق زحمتکشان جامعه محکوم به تحمل عفو شده است، را که پدر دو فرزند میباشد، را به شما معرفی میکنم. از آنها که ماندند محمد حبیبی، معلمی که به دلیل فعالیت سنفی با هدف بهبود وضعیت زندگی معلمان سرزمین ما محکوم به تحمل حبس شده است، را به شما معرفی میکنم. از آنها که ماندند گلرخ ایرایی، آرش صادقی و آتلا دائمی، را که به دلیل دفاع از حقوق ستمدیدگان و آزادی خواهی حبس و تحمل کردند، را به شما معرفی میکنم. از سخنگوی قوه قضاییه بخواهید پرونده های سهیل عربی، جعفر عظیم‌زاده، محمد رضا معمارزاده، محمد حبیبی، نرگس محمدی، آتنا دائمی، آرش صادقی، گلرخ ایرانی، مرتضی بخشی‌زاده و صدها زندانی سیاسی دیگر را که به دلیل نوشتن چند مقاله و بیان اعتراض های مردم ستمدیده سرزمین خود حبس و تحمل کردهاند، را در صدا و سیمای ملیشان به مردم نشاندند. ببینیم کدام یک از آنها قاتل یا سارق. سخنگوی قوه قضاییه به دختران توضیح داد اتهام مفسک فعالیت تبلیغی علیه نظام یعنی چه و به او بگوید چرا 8 سال محروم از حتی یک روز مرخصی در زندان بوده. به دخترم بگو که فقط به دلیل بیان حقایق و عدالت خواهی ما را از هم جدا کردیم. این جوابی که برای سخنگوی قوه قضاییه